برای اینکه زمپ را برای ویندوز دانلود کنیم در جستجوی براوزر اینجا زمپ نوشته میکنیم و سرچ میکنیم. در اولین ریزالت اینجا وبسایت رسمی زمپ را میاره بر ما. البته دو تا پی دارم، با یک پی اونجا نوشته کردم، مشکل نیست، خودش میفهمه که مقصد ما چی هسته. اینجا ورژن های مختلف زمپ را به اپریتینگ سیستم های مختلف آورد، چون که ای را من قبلا گفتم که کروس پلتفرم است و ای اپلیکیشن های است که زمپ میتونه سپورت بکنه. اولا وردپرس است، جوملا و دروپال است و همسال از ای که سیمس های خیلی مشهور هستن، کلگی از اینا را میتونه ای زمپ سپورت بکنه. و ما حالا میخوایی میره برای جوملا ای را دانلود کنیم، مشکل نیست، اصلا هر کدام از اینا را بخواییم میتونه ای سپورت بکنه. خب بیایم دانلود میکنیم. 153 MB است، ای را دانلود میکنیم و ما قبلا دانلود کردیم و شما ای را دانلود کنید. حالا ای را نصب میکنیم. خب کانال آموزشی دانشگاه را حمایت نمایید، حتما سابسکرایب کنید و این ویدیو را هم فراموش نکنید که لایک نمایید و نظریاتتان را هم با ما شریک سازید. خب اینجا فولدر زمپ است، من را این اکسترکت کردم و داخل از این میرم و سیتاپ از این را اگزیکیوت میکنم. بالای از این دبل کلیک کردم، یک لحظه صبر میکنیم که این رن شوه و اینجا برمه یک وارنینگ میده، مشکل نیست، ای را اوکی کنین و آل نیکست میکنیم. اینجا ای اپشن ها تمامش انتخاب است، ای را تمامش اگر انتخاب نبود شما انتخاب میکنید و به شکل دیفولت اینا انتخاب است، اینا را از انتخاب نکشید و حالا نیکست میکنیم. و اینجا لوکیشن است یا موقعیتی که زمپ اپلیکیشن زمپ نصب می شود و شما میتونید هر فولدر یا دیسکی که میخواهید انتخاب نمایید. من بر شما پیشنهاد میکنم که درایو سی را انتخاب کنید و اولین فولدر باید زمپ باشه. داخل My program, my files هست که هسته، اونجا ای را نصب نکنید. و اینجا هم زبان هست، زبان انگلیسی را انتخاب میکنیم و نیکست میکنیم و ای را میتونین از انتخاب بکشین و نیکست و یک چند لحظه صبر میکنیم دازم بر ما نصب شوه. اینجا یک پیام بر ما میده، میگه که ای میخواید برای نتورک شما اکسس داشته باشه و ای را برای پرایویت نتورک ما ای را اجازه میدیم و فینیش. زمپ سرور هم موفقانه نصب شد و حالا در آینده از وی استفاده میکنیم.